بابای دیوونه وای تو اصلا دیگه گیریم نمیخواد به خدا هم چیزی خوب میزدم اصلا همینو این زیرشو ببند همون یارو میشه دیگه من که نمیدونم قراره چی بشم ولی الان این خوبه بنظرم نه اون که دیگه پشمونه پشمون شما دقیقا همین میشه به خدا اصلا خیلی هم فرق نکرده چون موهای خوشم فره دیگه ببینم موهای خوشم دیگه صدا خوبه نوره آخه دیگه پیشونیش ماشاءالله پیشونیش پایین‌تر نه پیشونی بلند یعنی خیلی قرص قمره دیگه بیا والا من اینقدر لک و پیس حرف ندارم در حالت عادی به خدا من میگم به همه این وید این چیزا که من تازه ملت روی چیزاشون فیلتر میذارن از چیزی که اصلا صاف نیست من چیکار کنم مال ما نه تنها صاف نمیکنه آخه من این ریختی ام یه لحظه من از بلکه مثلا اون چیزایی که با چشم غیر مسلح خب بعد مسلح دیده میشه این سیاهی چشم مثلا شده 10 برابر بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم با این ویدیویی که میدونم احتمالا خیلی وقت بود منتظرش بودین، ولی واقعا منتظر یک زمان مناسب بودم که برازنده این ویدیو باشه که پستش کنم و دیدم چه روزی بهتر از روز آخر سال 2020، به خاطر اینکه اگه ما بخوایم سال 2020 رو واقعا به یک اموجی تشبیه کنیم، به نظرم هیچ اموجی بهتر از اینی نیست که من توی این ویدیو آرایششو انجام دادم. من اولین کاری که کردم این بود که ابرو رو با الکل تمیز کردم که قشنگ مطمئن بشم دیگه تمیز چربی نداره کثیفی نداره بعد با این چسبای چی میگن به این چسبا چسبای جامد چیز بود که تو مدرسه استفاده میکردیم با اونا حسابی توی ابرو رو کشیدم و با یه دونه شونه آهنی ابرو رو حسابی شونه کردم به سمت بالا یه جور که بچسبه به پوست این کار شما باید مثلا 3 بار اینا انجام بدین تکرار کنین تا این قشنگ ابرو بچسبه روی پوست و یه جورایی با پوست یکی بشه. البته فقط دور اول چسب و شما هم برخلاف جهت ابرو اون چسب رو میزنین هم موافق جهت رشد ابرو به خاطر اینکه میخواین تمام موهای ابرو از هر طرف چسبی بشه. ولی دیگه مثلا دور دوم و سوم فقط به همون جهتی که ابرو خوابیده فقط روش میزنین. بعد حالا میتونید صبر کنین که خوش بشه خب خوری بیشتر طول میکشه یا اینکه از سشوار استفاده کنین با باد سرد که خود کارتون رو سریع‌تر میکنه بعد حتما از کالر کرکتر بعد استفاده کنین به خاطر اینکه ابرو اون حالت توسی که داره فقط با کانسیلر یا کرم پودر خالی کاور نمیشه من کالر کرکتر تقریبا میبینی حالت نارنجی رنگ کم رنگه اینو اول روش زدم بعد روشو فیکس میکنید یعنی میذارین کالر کرکتر یک کوچولو بمونه بعد روشو با یه پودر بیک فیکس میکنید حسابی بعد میبینید چقدر دارم فشار میدم با زور این خیلی مهمه که باز باعث بشه هم اون چسبا حسابی این ابرو رو به هم بچسبونه هم این که این پودر قشنگ به خورد ابرو بره دیگه جایش خیس نمونه حالا من پودری که دارم باز رنگیه نارنجیه خب این یه خورده به کارم کمکم میکنه بیشتر ولی اگه شما حتی پودر مثلا سفید معمولی هم دارین اونم کارتون رو راه میندازه خب بعد از این شاخا من داشتم که این شاخا رو با یه محلولی به اسم اسپیریت گام که یه محلول خیلی چسبناکیه که مثلا روی پوست خوب کار میکنه مثلا واسه گیریم و اینا ازش استفاده میکنن با اون چسبوندم منتها اگر که خواستین حالا مثلا برای هالووینی وقتی از این اسپیریت گام بگیرین حتما ریموورش هم بگیرین وگرنه با چیز روی پاک نمیشه خیلی سخت پاک کردنش این اموجی به خاطر اینکه خیلی همه چیش قرینه است و همه چیش مشخصه که مثلا اون قسمتی که گرده کامل گرده مثل صورت آدم نیست که حالا بگی شبیه باشه کافیه برای همین من دونه از این پدای پنبهی برداشتم و از این استفاده کردم به عنوان که مثلا اون قسمت دور چشم حداقل کامل گرد در بیاد و تمیز در بیاد و با یه مداد لب قرمز هم این کار کردم دیگه ولی بقیه صورت و همینجوری من این عکسشو داشتم این اموجیه رو جلوم نگاه می‌کردم و
اون خطایی که میخواستم، اوتلاین هایی که میخواستم رو میکشیدم، بعد شروع کردم یه دونه از این خط چشمای کتفاندی توشو پر کردن، اینه مثلا رنگ کردن دیگه. این خیلی این قسمتش کاری نداره، وقت گیره ولی خیلی کاری نداره و باید رنگ کنیم. سختی این آرایش بیشتر تو قسمت سایه تیره، سایه روشن و ریزه‌کاریایی که بعدش داره. این آرایش تقریبا، البته خب اینم بهتون بگم، من اولین بارم بود این آرایش رو می‌کردم، یعنی مثلا هیچ تمرینی از قبل نداشتم که بدونم مثلا کدوم مرحله رو اول انجام بدم، کدوم رو آخر انجام بدم. یه جورایی مثلا لقمه رو دور سرم پیچوندم و این آرایش رو انجام دادم. یعنی بعد که مثلا تموم شد داشتم فکر می‌کردم خب من می‌تونستم فلان کارو اول بکنم، خیلی هم تو تایم صرفه‌جویی می‌شد، هم خیلی کارم راحت‌تر بود. ولی به هر تجربه است دیگه وقت نبود بخوام یه بار مثلا تمرینی برم و اینا. ولی چی داشتم میگفتم؟ من حرف زدم یادم رفت، نمیدونم. خلاصه که آها، داشتم میگفتم که این آرایش چیزی حدود 7 8 ساعت طول کشید، 7 ساعت نمیدونم انقدر طول کشید. حالا با اون آنتراکی هم که وسطش گرفتیم اون خیلی وقت گیر بود، وقت گیری بیشترش هم سر ریزه کاریاش بود و سایه روشن سایه تیره در آوردن و اینا. الان مثلا میبینی این قسمت توی دهن رو که من دارم رنگ میکنم یه چند درجه روشن‌تر از اون قرمزیه که به بقیه صورت زدم، و تمام این رنگایی هم که حالا می‌بینی سایر تیره و سایر روشنه که کار می‌کنم و رنگ می‌کنم، اینا رو همه رو خودم میکس می‌کنم رنگا رو. یعنی به جز سفید و قرمز هیچ رنگ دیگه که شما می‌بینین رنگ آماده نیست، همه رنگا رو باید میکس کنم، مثلا اون چیزی که می‌خوام حالت توی دهن که یه کم به صورتی بیشتر می‌زنه رو در بیارم. بعد اینجا دارم از سایه مشکی استفاده میکنم که دور چشم رو مشخص کنم، و با یه دونه براش دیگه که یه کوچولو بزرگتره اون قسمت بینی. این قسمت بینی نکتهش اینه که دقیقاً هی به عکس نگاه کنین و بدونین که دارین چی کار میکنین، به خاطر اینکه باید یه جوری کار کنید که بینی خود اون شخص بعداً جلب توجه نکنه. یعنی مثلا وقتی عکس میگیرین یا نور رو کم میکنین که حالا آخر ویدیو میبینین، این خطای سیاه خودشو نشون بده، قسمت خود بینی یه جورایی محو بشه با قرمزه بقیه صورت. بعد اینجا روی پیشونی میبینی دارم سایه تیره سایه روشن ایجاد میکنم، و اون خطی هم که میبینی وسط پیشونی به خاطر اینه که انگار اون ور سایه است، یعنی انگار مثلا نور از این زاویه که ما داریم نگاه میکنیم از سمت راست خورده به صورتش، و سمت راست صورتش بعضی جاهاش مثلا روشن‌تره و نور خورده، قسمت چپ یه خود تیره تره، و این باعث میشه پستی بلندی به چشم بیاد که انگار مثلا بعضی جاهای صورت برآمدگی داره. بعدم که مثلا اون قسمت تخم چشمه مثلا که باز با خط چشم، اول همجوری دستی با دون خط چشم ماژیکی دورش کشیدم سیاهیشو، بعدم که توشو رنگ کردم دیگه با خط چشم مشکی. بعد حالا اینجا دارم یه سری قسمت‌ها رو با سایه مشکی و سایه قهوه‌ای قاطی می‌کنم، بعضی وقتا سایه دودی، خیلی جاها از سایه مثلا صورتی کمرنگ یا زرد حتی استفاده کردم. حالا می‌بینید فکر کنم می‌خوره به جلوتر، ولی اینجوری شما به هر حال بعد همینجوری هی سایه روشن و سایه تیره با براش‌های اندازه‌های مختلف دیگه. خیلی اینجاهاش مهمه که وقت بذارین هر چقدر بهتر. و چی میگم چی شده اینجا میشه؟ خلاصه هر چقدر بیشتر وقت بذارین روی این دیتیل و روی این ریزه کاری و سایه تیره و سایه روشن، نتیجه کارتون بهتر و طبیعی تر و با جزئیات تر و مثلا قشنگ تر در میاد، حرفه‌ای تر در میاد. اینجا اول از یه سایه زرد استفاده کردم که این قسمت چشمش که مثلا نور خورده و داره بالا رو نگاه میکنه نشون بدم. بعد وسطش از این خط چشم سفید استفاده کردم که حالتی خود محفتر باشه دورش، بخاطر این نور وقتی به چیزی میخوره دیدی یه دایره واقعی نیست، انگار که مثلا دورش خود محفتره. بعدم دیگه توی دهن رو به خاطر اینکه تو رفته و دورش برجسته و اینا به نظر بیاد، باز دارم با سایه مشکی اینجوری توشو کار میکنم که حالت مثلا عمق بده به اون قسمت.
اینجا دیگه واقعا ریزکاری و دیتیل آخر دیگه، مثلا با دونه مداد سفید باز هی نگاه میکنم به عکسش و اینا. اینجا من اینجا دیگه شما رو تنها میذارم که خودتون و ما که اونجا بودیم با هم دیگه باشین. تو خیلی وحشی بازی میکنی، شاخه من میفته. کوه معرفت، کوه معرفت، دریای ادب. کی؟ تو دیگه. دریای ادب، کوه معرفت، غلام همه. یه گل سبز این سلوات چیا؟ میاره هر رو که اینطوری شد. حالا اون باید ببین اینو میتونی اینجوری بکنی تو کلت که شاخاتو نکنی، هم جلو هم نگرش دار. پاتش کن خوب صدر بگوی چی اگه دردی یا اوکی 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 خیلی نرم. فلسفه این تاز از چیه؟ نه باید خیلی بود اینو نگه نیستم رابینسون کروزه جنگل منگل مثل رابینسون کروزه شده. علی باید از رو نیمکت اخراجش کنی. شما خیلی با حاله. ببینی من چیشترم نشترم میکشم تدف خرابش میکنی آنه گردنی تدف خوب بابا میخوام اینو بدم تو شارگمو زنی. نه تدف کن جنگلی ها شدی آمز خرش سوزی ها لورم شواره حالا میریش خدا حالا میریزه وایست بابا این دقیقه این در چیز چی میریزه؟ جیشم نمیخ شو خاله قورباغه است اینجا چرا خاله قورباغه بود؟ راست میگه روسری داشت خدا هست بسر خیلی خندیدی چقدر با مرده شد هشت ساعت داری محکم میکشی را فقط عکس سروخینا هم میتونی بگیری چون تا پشت رویه عکسش روبه روبه آها نه روبه روبه بود علی بیا عکس خب غیر و غمیش نمیخواد بیا غیر و غمیش نمیخواد بیا فقط چیز کن یکم سرت میخواد یکم بیا جلو مثلا چشا بسته یه لبخند خیلی خیلی مری هم بزن دندونا معلوم نشه بیشتر؟ بیشتر؟ به منم؟ نگاه میخوای اینو خاموش کن اینو من خاموش کن یک ماشو بزن تازه شد دورش کمه اوکی ببین بذار از پشت بدم